اعمال فصل 18. پس از این پولس آتن را ترک کرد و رهسپار قرنتس شد و در آنجا با مردی یهودی به نام اکیلا که از اهالی پونتوس بود آشنا شد. اکیلا به همراه همسر خود پرسکلا نو از ایتالیا به قرنتس آمده بود، زیرا کلودیوس امپراتور حکم کرده بود که همه یهودیان از روم بیرون بروند. پولس پیش آنان رفت و چون مانند ایشان کس به خیمه دوزی داشت، همانجا ماند و با هم کار میکردند. او همچنین در روزهای سبت در کنیسه صحبت میکرد و میکوشید که یهودیان و یونانیان ایمان بیاورند. وقتی که سیلاس و تیموتائوس از مقدونیا آمدند، پولس همه وقت خود را وقف اعلام پیام خدا نمود و برای یهودیان دلیل می آورد که عیسی همان مسیح وعده شده است. و اما چون عده از یهودیان با او مخالفت و نسبت به او بدزبانی می نمودند، او دامن چپن خود را تکان داد و به ایشان گفت: خون شما به گردن خودتان است، من از آن مبرا هستم و از این پس پیش غیر یهودیان خواهم رفت. پس آنان را ترک کرد و برای اقامت به خانه یک غیر یهودی به نام تیتیوس که مرد یک تا پرست بود رفت. خانه او در جنوب کنیسه یهودیان واقع بود. کرسپوس که سرپرست کنیسه بود، در این موقع با تمام اهل خانه اش به خداوند ایمان آورد. به علاوه بسیاری از اهل قرنتس که به پیام خدا گوش می دادند ایمان آوردند و تعمید گرفتند. یک شب خداوند در رویا به پولس گفت: هیچ ترس و بیم نداشته باش و تعالیم خود ادامه بده و دست از کار نکش، زیرا من با تو هستم و هیچ کس قادر نخواهد بود به تو آزار برساند، و در این شهر مردم بسیار هست که متعلق به من می باشد. به این سبب پولس مدت یک سال و شش ماه در آنجا ماند و کلام خدا را به ایشان تعلیم می‌داد. اما هنگامی که گالیون به سمت والی رومی در یونان مأمور خدمت شد، یهودیان دست جمعی بر سر پولس ریخته او را به محکمه کشیدند و گفتند: این شخص مردم را وامی دارد که خدا را با روش‌هایی که برخلاف قانون است پرستش نمایند. پولس هنوز حرفی نزده بود که گالیون خطاب به یهودیان گفت: ای یهودیان، اگر جرم و جنایتی در بین باشد، البته باید به ادعاهای شما گوش بدهم. اما چون این مسائل مربوط به کلمات و عنوان و لقب و شریعت خودتان می باشد، باید خودتان آن را حل و فصل نمایید. من نمی خواهم در چنین اموری قضاوت کنم. سپس آنان را از محکمه بیرون کرد. در این موقع آنها سوستینس را که سرپرست کنیسه بود گرفتند و در پیش مسند قاضی لتوکوب کردند. اما گالیون توجهی به این جریان نداشت. پولس مدتی در آنجا ماند و آخر با برادران خداحافظی کرد و با کشتی عازم سوریه شد و پرسکلا و اکیلا را هم همراه خود برد. در شهر کنخریه پولس سر خود را تراشید چون نذر کرده بود. وقتی آنها به افسوس رسیدند، پولس از همسفران خود جدا شد و به تنهایی به کنیسه رفت و با یهودیان به مباحثه پرداخت. از او خواهش کردند که بیشتر آنجا بماند، اما او قبول نکرد. او از ایشان خداحافظی کرد و گفت: اگر خدا بخواهد باز پیش شما بر می گردم. و افسوس را ترک کرد. وقتی به ساحل قیصریه رسید، به اورشلیم رفت و پس از سلام و احوالپرسی با اهل کلیسا به طرف انطاکیه حرکت کرد. پس از اینکه مدتی در آنجا اقامت کرد، بار دیگر به سفر رفت و در سرزمین‌های غلاطیه و فریجه می‌گشت و شاگردان را تقویت می‌کرد. در این هنگام مرد یهودی به نام آپولوس که متولد اسکندریه بود به افسوس آمد. او ناطق فصیح و در کلام خدا دانا و توانا بود و در طریق خداوند تربیت یافته و پر از شور و شوق روحانی بود. او حقایق زندگانی عیسی را به درستی تعلیم می‌داد، اگرچه فقط از تعمید یحیی آگاهی داشت. او در کنیسه بدون ترس و واهمه شروع به سخن گفتن کرد و در آنجا بود که پرسکلا و اکیلا سخنان او را شنیدند و او را پیش خود آوردند و طریقه خدا را و تفصیل بیشتری برای شرح دادند. وقتی می‌خواست به یونان سفر کند، برادران از او حمایت کردند و به ایمانداران در آن سرزمین نوشتند که با گرمی از او استقبال نمایند، و او از موقع ورود خود به آنجا به کسانی که از رای فیض خدا ایمان آورده بودند یاری بسیار نمود.
زیرا در مقابل همه با کوشش بسیار به اساس بودن ادعاهای یهودیان را ثابت میکرد و با استفاده از کلام خدا دلیل می آورد که عیسی همان مسیح وعده شده است.